همراهان کانال حکیم باشی درود بر شما در این قسمت با علائم هشدار دهنده افسردگی با شما خواهیم بود پس لطفا تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید از شما دوست عزیز که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت میکنید سپاس گذاریم تشخیص افسردگی کار چندان ساده ای نیست چرا که بسیاری از علائم آن میتواند شبیه به واکنش های احساسی عادی و معمول به نظر برسد در حالی که به نظر می آید افسردگی خفیف مشکل جدی نیست اما تغییر در خلق و خو می تشدید شود و اغلب تشخیص صحیح آن برای درمان افسردگی در مراحل اولیه های اهمیت است تغییرات قابل توجه در خلق و خو و رفتار می تواند نشان دهنده افسردگی خفیف باشد و همچنین میتواند تواند حساسیت های فیزیکی را هم افزایش دهد از جمله علائم شایع آن می توان به مواردی چون تندخویی افکار منفی احساس غیر معمول خستگی احساس ناامیدی، احساس غمگین بودن، عدم تمرکز، احساس بی انگیزه بودن، تمایل به تنها بودن و داشتن بدن بیدلیل اشاره کرد. تغییرات رفتاری نیز می تواند نشان دهنده افسردگی باشد. الگوی خواب تغییر می کند و اشتهای فرد افزایش یافته یا کم می شود. همچنین مبتلاین به افسردگی خفیف ممکن است به مصرف مواد مخدر رو آورند. مراجعه به پزشک اغلب روش خوبی برای شروع مقابله با افسردگی است. پزشک می تواند ارزیابی کند که آیا افسردگی عامل بروز این علائم بوده و شدت بیماری را نیز تشخیص دهد. همچنین چندین تست آنلاین طراحی شده که قادر به تشخیص علائم افسردگی هستند. یکی از آنها پرسشنامه PHQ9 است که در سال 1999 طراحی شده است. این تست شامل نه پرسش است که پزشکان در بسیاری از کشورها برای تشخیص و نوع افسردگی آنها را از بیمار خود میپرسند اغلب افسردگی خفیف با اعمال تغییرات کوچکی در سبک زندگی قابل درمان است این راهکارها شامل تغییر در الگوی خواب و رژیم غذایی یا بهبود توازن بین کار و زندگی روزمره است طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت WHO در سال 2017 افسردگی علت اصلی بیماری و از کار افتادگی در سراسر جهان بوده است همچنین افسردگی می تواند طیف وسیعی داشته باشد چرا که یک عامل منحصر در بروز آن نقش ندارد زنان بیش از مردان احتمال دارد دچار افسردگی شوند نظرات متفاوتی در این مورد مطرح شده که از آن جمله میتوان به بلوغ بارداری و قاعدگی اشاره کرد آمارها در کشورهای مختلف متفاوت است اما افسردگی در این گروهها شایعتر است افرادی که دچار شکستگی اقتصادی شدهاند افرادی که به بیماریهای جسمی و مزمن مبتلا هستند در کودکانی که والدین مبتلا به افسردگی دارند در افراد مبتلا به دیگر انواع بیماری‌های روانی همچون استرا همچنین بسیاری از داروها می توانند موجب بروز افسردگی شوند اما علائم افسردگی عبارتند از تغییرات در سطح انرژی و فعالیت این نخستین علامت است و تشخیص آن بسیار ساده میباشد به طور خلاصه یعنی که حس کنید به قدر هفته گذشته یا ماه گذشته انرژی ندارید نه اینکه تمام روز خسته باشید بلکه فقط انرژی کمتری نسبت به سابق داشته باشید خستگی افسردگی می تواند باعث خستگی جسمی شود خوابیدن و استراحت شما را سر نمی کند و حتی صبح پس از بیدار شدن از خواب هم احساس خستگی می کنید خمیازه کشیدن بدن را به این طرف و آن طرف کش دادن و چرت زدن از نشانه های خستگی است کسی که دچار افسردگی باشد ممکن است به طور غیر عادی بی حال و باشد یا در حالت متدابلتر ممکن است ساعتها بدون انجام هیچ کاری روی صندلی بنشیند نه اینکه به چیزی واکنش نشان ندهد بلکه به انجام هیچ کاری علاقه من نباشد و از نظر جسمی و روحی احساس سنگینی کند کاهش فعالیت این مورد ممکن است در نتیجه کاهش انرژی خستگی و سستی باشد یا اینکه مستقل از این عوارض باشد به هر حال اگر سطح فعالیت های معمولی فرد شروع به کاهش کند این امر ممکن است از علائم افسردگی باشد دراز کشیدن ولی بیدار و نگران ماندن ناتوانی در استراحت کردن احساس تنش درونی یا فکرهای مختلف کردن پرخوابی و برعکس بیخوابی یعنی زیادتر از حد معمول خوابیدن اینها میتواند از نشانه های افسردگی باشد از دست دادن علاقه به فعالیت های لذت بخش و شادی آور مثلا شما به طور معمول از والیبال بازی کردن با دوستانتان بسیار لذت می و حال دعوت آنها را رد میکنید همیشه مشتاق کارهای باغبانی و نگهداری از گل و گیاه بودید ولی امسال حوصلهاش را ندارید تغییرات فیزیکی هر کس که فکر میکند افسردگی فقط با مغز افراد سر و کار دارد یا تا کنون به افسردگی دچار نشده یا از آن چیز زیادی نمیداند افسردگی نه تنها بر روی ذهن انسانها اثر میگذارد بلکه علائم فیزیکی مهمی نیز جان میگذارد برخی از آنها مانند کاهش انرژی یا کاهش فعالیت را ذکر کردیم در ادامه نیز برخی دیگر را خواهیم گفت افراد افسرده با به عنوان مسکم به غذا روی میآورند بنابراین هم کاهش وزن و هم افزایش وزن می تواند از نشانه های افسردگی باشد یکی از دلایلی که افراد هنگام افسردگی به غذا و مخصوصا غذاهای پرچربی روی میآورند این است که کربوهیدرات ها سطح سروتونین مغز را بالا میبرند همچنین افزایش کورتیزول نیز به عنوان یکی از عوامل ذخیره نامناسب چربی در بدن انگاشته شود. بیقراری یا کندی روانی و حرکتی بیقراری روانی حرکتی عبارت است از افزایش فعالیت آن هم بیشتر به دلیل ذهنی تا جسمی نشانه های متداول آن شامل قدم زدن پیچاندن یا فشار دادن دستها با انگشت روی میز زدن یا کف پا را به زمین زدن و سایر رفتارهای بدون وقفه مشابه است کندی روانی حرکتی برخلاف مورد پیش به آهستگی فعالیت فکری و جسمی اشاره دارد در این حالت کارهای معمولی مانند مسواک زدن یا غذا خوردن ممکن است به صورت غیر ارادی کند و با تومانینه انجام شود. درد هیجانی غمگینی طولانی، گریه غیرقابل کنترل و غیرقابل توضیح، احساس گناه، احساس پوچی، از دست دادن اعتماد به نفس، احساس ناامیدی و احساس بیپناهی. این علائم به ویژه اگر تک تک در نظر گرفته شوند، منحصر به افسردگی نیستند. برای مثال، احساس بیپناهی ممکن است واکنش منطقی به قرار گرفتن در یک شرایط دشوار باشد اما در حالت افسردگی احساس بیپناهی به این صورت است آمیخته با انواع دیگر دردهای هیجانی آمیخته با انواع دیگر علائم افسردگی تداوم یافتن بیش از یک زمان معقول شدیدتر بودن بیش از یک حد معقول هر یک از این عوارض که گفته شد ممکن است به با عنوان واکنش طبیعی به یک رویداد غمانگیز مثل مرگ نزدیکان یا از دست دادن کار پدید آید اما طولانی شدن بیش از حد آن باید به عنوان علائم افسردگی مورد بررسی قرار گیرد در نظر گرفتن این پدیده به ویژه در افرادی که دارای سابقه افسردگی هستند از اهمیت است تحریک پذیری تقریبا همه این حالت را تجربه کردند تحریک پذیری علتهای بیشماری می تواند داشته باشد یک سردرد خواب بعد یک صورت حساب پیش بینی نشده فرارسیدن بخت وقت دندان پزشک و هر عامل استرسای دیگر می تواند باعث آن شود اما هنگامی که دلیل واضحی برای اینکه چرا یک چیز کم اهمیت و کوچک باعث ناراحتی می شود وجود نداشته باشد و این حالت روزها و هفته ها در فرد باقی بماند به احتمال زیاد افسردگی عامل آن است خشم نهایت تحریک پذیری است یک فرد افسرده ممکن است بابت یک چیز کم اهمیت یا حتی هیچ چیز به حالت انفجار برسد اگر خشم دوام یافت یا ترساننده شد در اسرع وقت به فکر چاره باشید استراب و نگرانی این مورد به چند طریق ممکن است وجود داشته باشد برای مثال فردی ممکن است درباره بعضی موضوعات عادی روزمره نگرانی وسوسه داشته باشد برای شام چه غذایی درست کنم شکل دیگری از این حالت موقعی است که فرد در مورد تمام موضوعات استراب داشته باشد باید به لولهکش تلفن کنم اگر امروز نیاید چی استراب ممکن است شکل عمومیتری نیز داشته باشد و همراه با افکار عجولانه باشد معمولا فرد مضطرب در حالت بیتصمیمی به سر میبرد داشتن نگاهی منفی نسبت به همه چیز مثل اینکه هیچکس مرا دوست ندارد امروز هم روز بعد دیگری در پیش خواهد بود در حالتی که بدبینی ناشی از افسردگی وجود داشته باشد منفی بافی به صورت مبالغ آمیز در می آید. واکنش دیگر بی تفاوتی است. لباس های کثیف انباشته شده، صورت حساب ها پرداخت نشده و شما بی خیال هستید. دوستی به شما تلفن می کند و مشکلش را با شما در میان می گذارد. اما شما فقط ساکت نشسته و گوش می کنید و حرفهای او هیچ احساسی را در شما بر نمی خود انتقادی هر کسی اشتباه می کند اما فرد افسرده اشتباهاتش را بزرگ جلوه می دهد. من امروز خسته به نظر میرسم تبدیل به منزشت هستم می شود. من در محاسبه موجودی حسابم اشتباه کردم به من در ریاضیات کودن هستم تبدیل می شود. منفی بافی بیش از حد درباره خود از علائم افسردگی است افسردگی تواند مستقیما روی حافظه تاثیر بگذارد به نحوی که چیزی که به فرد گفته شده یا خود فرد شنیده یا خوانده است و یک زمان به یاد داشته فراموشش می شود. دل مشغولی نسبت به مرگ ممکن است به شکل تصور و تخیل مرگ خود فرد باشد برای مثال فرد ممکن است خود را خوابیده در داخل قبر تصور کند به اتفاقاتی که در مراسم خاک سپاریش میافتند فکر کند و درباره این موضوع فکر کند که مردم پس از مرگش چه میگویند یکی از عبارتهایی که مردم بدون منظور خاصی زیاد به کار میبرند این است که ای کاش مرده بودم اما بیان این عبارت از سوی یک فرد افسرده باید جدی گرفته شود کسی که احساس مرگ یا بریدن از زندگی می کند گروهی از علائم را تجربه می کند که عبارتند از ناامیدی، بیتفاوتی، از دست دادن علاقه به فعالیت های لذت بخش، سستی و رخوت، کنارگیری اجتماعی، مجموعه این عوامل در زمره علائم افسردگی قرار می گیرد. با شناخت این عوامل می توانیم در صورت مبتلا بودن به افسردگی برای درمان خود اقدام کنیم. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. برای حمایت از ما می توانید این ویدیو را لایک کنید.